بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در مقدمه این بحث پیامبر گرامی مطالبی را فرمودند که مناسب هست اشاره به نکاتی که به نظر می رسد از این مقدمه کوتاهی که پیامبر اکرم فرمودند به عرض برسد که در این مقدمه موضع خودشون را اعلام کردند، شخصیت خودشون را هم توجه دادن و با این دو مطلب تضعیفی در روحیه خصم طبعا به وجود میاد و زمینه از برای عدم لجاج و انصاف و توجه به مطلب بیشتر می شود و چنین چیزهایی در مجموع از این عبارات شریفه حضرت این تذکر مناسب است که در نظر باشد. در مناظره ها اگر چنانچه مناسب باشد، گاهی مناسب نیست، ولی اگر مناسب باشد که موقعیت اون کس که محق است و خود را به حقیقت محق می داند موقعیتش تا حدی مشخص بشه و موضعش نیز شفاف معلوم بشه و اون چه که موجب تضعیف روحیه طرف بحث است به نیت پذیرش حق و توجهش به حق گفته بشود کار مناسبی است، کار خوبی است که در این عباراتی که خوندیم می‌بینیم که این مطلب از ناحیه پیامبر گرامی انجام شده. فقال رسول الله آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و به کل معبود سواه. این موضع خودشون را مشخص کردن. ثم قال ان الله تعالی قد بعثنی کافتن للناس بشیرن و نذیرن حجتن علی العالمین. با این جمله موقعیت خودشون را بیان کردن. مطلب اول موضعشون را بیان کردن، مطلب دوم موقعیت خودشون را بیان کردن تا این جمعی که در محضر حضرت هستن با این توجه باشن که این شخصیت چنین ادعایی داره، حرفش اینه که من مبعوثم قد بعثنی کافتن لناس بشیرن و نذیرن حجتن العالمین. بعد تهدید کردن به گونه مناسب و سیرد دکید من
یکید و دینه فی نهره، اونها هم که در جهت باطل کید ببرزن، کیدشون به خودشون برخواهد گشت. اینها نکاتی است که در زمینه‌های مناسب مناسب است که انجام بگیره. اگر اتفاقا استثنا موردی مناسب نبود، بحث آخری است که تشخیصش به طور معمول با شخصی است که طرف بحث قرار گرفته است و بناست که مناظره‌ای در کار باشه. اون وقت بعد از این قسمت حضرت دلیل خواستن از هر یک از اینها، ابتدا با یهودی ها که صحبت شد، که اینها گفته بودن ما حرفمون اینه که عزیر ابن الله هست، اگر شما هم قبول دارید ما بر این مطلب از شما سبقت گرفته ایم و به نتیجه ما افضلیم و شما هم تابع ما هستید در این جهت، و اگر چنانچه قبول ندارید ما خصم شما هستیم. این حرف یهودی ها بود. اون وقت پیغمبر اکرم می فرمایند که یهودی ها شما اونچه که گفتید بدون دلیل بناست که مورد قبول طرف بحثتون باشه یا دلیل بر مطلبتون دارید. خب این هم طبیعی است که از طرف بحث دلیل برای مدعایش خواسته می شود که مسئله ایست مشخص. فرمودن که فَمَنْ لَذِي دَعَاكُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ، دلیلتون چیست؟ قال لليهود اجئتموني لأقبل لكم بغير حجة قالوا لا، حالا که این چه این است که دلیل قرار است بیاورید، دلیلتون چیه؟ اونها دلیلشون رو این چنین گفتن، گفتن که چون ایشان احیا کرده است تورات را پس از آمدن حضرت موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام و برنامه هایی که داشتن، بعد جریان هایی رخ داد از جمله این که بخت و نصر که معمولا گفته میشه ضبطش اینه، نوعا بخت و نصر گفته میشه، بخت و نصر همه اوضاع یهودی ها رو به هم ریخ، تورات و کتبی که داشتند و همه اون چی که بود اینها را از بین برد، نابود کرد و بناهای معظمشون را خراب کرد، آثارشون را از بین برد، خودشون را کشت و قتل عامی در ارتباط با آنها به وجود آمد. اون وقت بعد از مدتی جناب عزیر وقتی که این جریان ها رخ داده بود و به این صورت تخریبی در همه اوضاع احوال یهود به وجود آمد، اون وقت جناب عزیر ایشان به خاطر نزدیکی که داشتن با کورش و با کورش ارتباطی داشتن و نزد او وجاهت داشتن، از او خواستن که بگذارد که احیا کند تورات را، و ایشان احیای تورات کرد. نسخی که این طرف و اون طرف بود جمع آوری کرد و اینها را در ارتباط با یهودی ها نشر داد و یهودی ها را تکریم کرد، اون شخصیت هایی که میشد اونها مطرح بشوند مطرح کرد و بالاخره به طور کلی احیا کرد تورات را و اون چی که در ارتباط با یهودیان بود.
گفتن ما به خاطر که ایشان چنین کاری کرده میگیم که ایشان ابن اللهه. به این جهت میگیم که عبارت حدیث هم اینه، قالوا لأنه احیا لبنی اسرائیل التورا بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا الا لانه ابنه. این حرف اونهاست. در ارتباط با این مسئله در آیات شریفه قرآن متعدد آیاتی مطرح شده. یکی از اون آیه ها آیه است که در سوره مبارکه توبه هست، و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم با افواههم یزاهعون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. و قالت اليهود عزیر ابن الله، نصارا هم گفتن المسیح ابن الله. انشاءالله صحبتش خواهد شد در جلسه بعد که در ارتباط با عزیر و مسیح تفاوتی در کار هست از نظر اعتقاد به ابن اللهی. و در ارتباط با کل جریان این ابن الله گفتنشون به چه جهت بوده، به عنوان اینکه این تعبیر رو که کردن قائل به الوهیت اینها بودن، هوه هوه عزیر اوس مسیح اوس یعنی الله هست، این اعتقاد داشتن، یا اعتقاد اشتقاق من الله رو داشتن، به تعبیری که انشاءالله تفصیلش رو بعد خواهیم گفت که تنزلی از حضرت حق به این صورت معتقد نسبت به حضرت عزیر و همچنین جناب عیسی، و یا اعتقاد به اتحاد داشتن، و یا به عنوان تشریف گفتن ابن الله ره. همین ابن الله گفتن به عناوین مختلف و به جهات مختلف مطرح است که انشاءالله جلسه بعد در ارتباط با جریان حضرت مسیح صحبت خواهد شد که با اون جریان تناسب بیشتری داره که در خود این بیان شریف پیغمبر اکرم و بیانات معصومین هم بیشتر در اون جهت اشاره شده. حالا اینها چنین حرفی گفتن، ذالک قولهم به افواهم، این حرفیست که به دهنهاشون گفتن، یعنی بی اصله، این حرفیست که ریشه نداره، اساس نداره، استدلال عقلی ندارن، حجت عقلانی ندارن، بلکه قولیست که به افواهشون میگوین، یعنی سطحیست، عمقی براش نیست. ذالک قولهم به افواههم، گفتار صحیح نیست، گفتاریست که این چنین است که بی اساس و بی ریشه است و به معنای درستی بر نمیگرده و شبیه به قول کسانی است که قبل از آنها کافر شدند. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، که مقصود طبق اونچه در تفاسیر هست یعنی بت پرست ها که عبده اصنام که اینها کفر ورزیدند به حق، اینها حرفشون شبیه حرف اوناست. یزاهعون قول الذین کفروا، شبیه حرف اونهاست از نظر این که هم باطل است و هم حرفیست که بر اساس صحیح استوار نیست و حجتی برش ندارن، و هم این که به تقلید از آبایشون گفتن، به تقلید از آبایشون گفتن این بت‌ها آلهه ما هستن، اینها هم به تقلید از آبایشون این چه این حرفایی رو زدن. آیه بعد از این آیه هم هست که اون وقت بعد قاتلهم الله انا یوفکون، اینا چه میکنن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم، که احبار علما، رهبان هم زهاد، بیشتر هم احبار در ارتباط با علما یهود گفته میشه،
و رهبان در ارتباط با متنسکین از نصارا گفته میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحان و اما یشرکون. این آیات در ارتباط با یهود و نصاراست، مربوط به این مسئله‌ای که در این حدیث شریف مطرح است. بعد از اینکه اینها گفتن که ما میگوییم که عزیر فرزند خداست به خاطر احیاء تورات، اون وقت پیغمبر اکرم مطلبی رو فرمودن که خب خیلی روشن است و بعد که ملازم میفرمایید خودتون حدیث را، ولی در دو سه کلمه کوتاه مطلب اینه که حضرت فرمودن این که شما میگید حضرت عزیر ابن الله هست به خاطر احیاء تورات، این ابن اللهی را به این خاطر که میگید به عنوان تشریف میگید و شرافت، یعنی به خاطر شرافت حضرت عزیر و کرامتشون عند الله گفته میشه ابن الله، یا نه ابن الله به معنای همین که فرزندی و به اصطلاح ولادت و همین ولادت معمولی که بین انسان ها هست و انسانی فرزندی از او متولد می شود، این ولادت معمولی ظاهری متعارف بین فرزندان آدم را می گویید، یا از این ابن اللهی که گفتید منظورتون شرافت است و کرامت؟ اگر منظورتون ولادت ظاهری است که این که کفر است، زیرا بایستی معتقد باشید به جسمانیت پروردگار و مسائلی این چنین که بطلان و کفرش مشخص است، و اگر چنانچه به عنوان کرامت و شرافت است، اون وقت حضرت عزیر به خاطر احیاء تورات بشود ابن الله، خود حضرت موسی که تورات را آورده چرا نمیگید ابن الله؟ اون وقت ایشان نمیگید ابن الله، بلکه ایشان چون تورات را آورده است و اون همه هم معجزه داشته است و اون همه مسائل بسیار مهم، تعبیری بهتری از ابن الله، شیخ الله، ابو الله، امیر الله، چون بحث کرامت شد دیگه، وقتی بحث کرامت شد برای رساندن عظمت و شرافت و کرامت است، پس تعبیرهای مهمتری گفته بشه. پس بایستی جایز بدانید که به حضرت موسی هم بگویید ابن الله، بگویید شیخ الله، بگویید ابو الله و امثال این تعبیرها. کدام یک از این دو را میگویید؟ گفتن نه، اما اون چه که به معنای معمولی ولادت باشه که مشخص است غلط است، کفر است و ما هم قائل نیستیم، بلکه مقصود ما کرامته، به خاطر عظمتی که نزد پروردگار دارند ایشان، به این جهت گفته بشود که ایشان ابن الله است. خب گفته شد که پس بنابراین بایستی نسبت به حضرت موسی هم این تعبیرها رو داشته باشید. این تعبیرها رو قائلید نسبت به ایشان یا قائل نیستید؟ گفتن باشه تو فکر کنی، و چیزی نگفتن، ساکت شدن و گفتن باشد تو فکر کنیم. اون وقت در این مورد در پایان این قسمت یک جمله پیغمبر اکرم فرمودن که این جمله جمله است که اگر انسان در ارتباط با این جمله به حقیقت توجه داشته باشد و این حالت را در خودش به وجود بیاورد، به حق میرسد و در ارتباط با شناخت مسائل موفق است. حضرت فرمودن که انظرو فیه، گفتن باشه فکر کنید، باشه فکر کنید، به قلوب معتقدتون للانصاف، به قلوب معتقدتون للانصاف یهدکم الله، که در نهایت این بحث چنین آمده که در همون جلد 9 و صفحه 259 فقال انظرو فیه به قلوب معتقده،
للانصاف بقلوب معتقدت للانصاف یهدکم الله. اگر چنانچه انسان از قلب و دل خواسته باشد که حقی برش روشن بشه، معمول و سنت خدا بر این است که روشنش میکنه. این نکته مهم موفقیت برای رسیدن به مطالب حق این کلمه است. تو همین بحثای اختلافی، این بحثای مختلف، بحثای گوناگون، معارف، توحید و صفات پروردگار و مسائل مختلف دیگر، اگر انسان این کار را جدی بگیرد و به حقیقت بین خودش و خدا تصفیه کند کار را و با صداقت از حقیقت قلب و دل از خدا درخواست داشته باشد که اون چه حق است بفهمد، خداوند متعال دستگیری میکنه. و این حرف آخر است که در جواب این شبهه گفته میشه. این شبهه است که خیلی مطرح میکنن که ما در ارتباط با این مسائل مختلفی که هست چکار کنیم، چجور به حق برسیم. یک گفته میشه متخصص مراجعه کنید، که رجوع به متخصص کاری است که عقل تثبیت میکنه. به متخصص مراجعه کنید تا اینکه مطالب حق رو بیابید. گفته میشه که متخصص ها اگر مختلف بودن چکار کنید، که خیلی از اوقات اینجور میشه، اینم درس خونده اونم درس خونده، اینم زیاد درس خونده اونم زیاد درس خونده، اونم تألیفاتی داره اینم تألیفاتی داره، هر دو درس خوندن و ما متخصص رو که بخوام بفهمیم چجور بفهمیم، از درس خوندناشون، از وقت گذاشتنشون روی اون کار مربوطه. خب همشون درس خوندن، تعدادین با هم اختلاف جدی در این حال هم درس خوندن. اینجا اون حرف آخر اینه که این حرف از حضرت عسکری علیه السلام هست که حضرت می فرماین که صداقت داشته باشد انسان با خداوند متعال و از خداوند به جد بخواد، اون وقت است که خداوند متعال برای او معلم می فرستد، به اضافه این که چون چنین حالتی دارد حالت پذیرش هم بهش می دهد. هر دو شد، هم معلم می فرسته خدا براش، هم حالت پذیرش می ده. اینو خیلی از جوان ها، غیر جوان ها، دانشگاهی ها، دانشجوی ها سوال میکنن که بالاخره وقتی یکم صحبت باشون میشه میگن خب ما حالا خب به فردی مراجعه میکنیم اینجور میگن، به فردی مراجعه میکنیم اینجور میگن، تو همین موازه اعتقادی اختلافاتی که هست بالاخره ما چیکار کنیم. من میگه دو متخصصم مراجعه کن. این حرف آخره که با خدا اگر صفایی داشته باشه صداقت، این چی اینه که خداوند متعال سنتش بر این است که راهنمایی میکنه. اون وقت شواهد بسیاری در این جهت هست، شواهد بسیاری که از جمله یکیشو من عرض بکنم که در ارتباط با همه کلمه انصافی که الان اینجا گفته شد، به این حقیقت جویی که تذکرن عرض کردم، اون داستان خیلی شیرین و مهم هست که بعد از شهادت و رحلت حضرت صادق علیه السلام جمعی گرفتار بودند که حق کجاست، عده‌ای متوجه نبودند و هشام نامی غیر از هشام ابن حکم با جمعی به راه افتادن ببینن چه خبر از میان مردم و بالاخره داستان مفصله. خیلی اشاره میکنم در سطح اشاره کردن، برخورد کردن به در خانه‌ای که باز بود و جمعی رفت آمد داشتن، رفتن تو خانه و دیدن که بله یکی از به اصطلاح فرزندان حضرت صادق علیه السلام مدعی نبوت است و گفتن خب حالا ما چیزی که از حضرت صادق علیه السلام بلد شدیم احتمالاً ببینیم که ایشان بلد هست، سوال بکنیم، مطرح کنیم. سوالی مطرح کردن و حرف درستی ایشان جواب نداد، بلکه جوابش به نظرشون باطل رسید. گفتن که این جناب هشام و جمعی که بودن، این حرفی که شما میگویید حرف درستی به نظر نمیرسه، مرجعه، خوارج و کذا و کذا از گروه هایی که هستن این حرف رو نمیزنن. گفت والله من نمیدونم مرجعه تو این بحث چی میگن، خوارج تو این بحث. گفتم خب مشخص رو نمیگه، من نمیدونم که اینا چی میگن، هم مطلب معلومه. آمدن بیرون و حیارا و خیلی ناراحت و در حیرت که خدایا چه کار بکنیم، الالمرجعه، الالخوارج، الالمعتزله، الالزیدیه، تو کدوم گروه بریم، حق کجاست، ناراحت بودن. در این بین که اینجور جدی حق رو میخواستن، یک کسی بهشون رسید و
همینطور که می آمد این جناب هشام به این جمع گفتش که این مأمور خلیفه است و تصمیمش اینه که ما رو بگیره، میفهمه که ما در چه جریانی هستیم، شما که فرار کنید من تنها رو بگیره به شما کار نداره، فرار کنید. اونا فرار کردن، این یکی در ارتباط با این فرد در حرکت، و ولی همینطور که در حرکت هستن اون یکی هم جلوتر میرفت، یه در خانه باز بود، هشام میگوید که یک کسی واسطه بود گفت ادخل علی برکت الله، بیا تو. رفتم تو در باز، و همینطور که من متحیر که کجا برم، وارد که شدم وارد اتاق که راهنمایی کرد رفتم، تا وارد شدم دیدم حضرت مصطفی جعفر علیه السلام اونجا تشریف دارن و سلام کردم جواب دادن، بعد تا وارد شدم سلام کردم جواب دادم، فرمودن که لا اله الزیدیه ولا اله المرجعه ولا اله الخوارج ولا اله المعتزله بل الیه الیه الیه. دلم روشن شد، فهمیدم جریان چی. خب راستی راستی خواسته اینجورم خداوند متعال درست کرده. تو همه چیز اینجوریست عزیزان که به جد وقتی انسان از خداوند طلب کنه قادر است و تواناست و کار انجام میگیره. اون وقت عرض کردم که شما حجت خدا هستید، چیزی نفرمودن، فرمودن اگر خدا بخواد تو هدایت میشی. با خودم گفتم، بعد سوال کردم، اینجور سوال کردم کسی حجت خدا بر شما هست؟ فرمودن نه. گفتم آه، فهمیدم که مطلب چیست، اجازه میدید که به دوستانم بگویم؟ فرمودن الان نه، الان وضعیت نامناسبی است، میترسم بر اونها قتل را، و فعلا تأمل کن تا مقداری اوضاع دیگری بشه. اینجور شد که اگر به جد کسی این حالت داشته باشه خدا هم کمک میکنه. اینه که تو این مسائل، مخصوصا مسائل اعتقادی و مسائل دین علمی و کذا و کذا، این حالت هرچی بیشتر با خدا داشته باشه زمینه برای انسان زیادتر خواهد بود. امیدوارم خداوند متعال چنین توفیقی بیش از بیش به همه اون مرحمت فرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.